سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز و گل وقتتون انشالله که بخیر باشه با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما. رسیدیم به آخرین و مهمترین ویدیویی که در تکمیل ویدیوهای تایید سوابق تحصیلی و فرصت ترمیم معدل هستش. به صورت جدید میخوام براتون یک ویدیویی رو ضبط بکنم، اطلاع بدم بهتون که چجوریه و به چه حالت. اولین مورد و مسئله که باید بهش اشاره بکنم اینه که تا الان بچه ها نمیدونم 1000 تا پیام پرسیده بودن، به معنای واقعی 1000 تا، فکر کنم 1010 تا بود، 1009 تا بود کامنت گذاشته بودن که من تقریبا 3 نوبت در طی روز به کامنت ها جواب میدادم، ولی متاسفانه هنوز سایت اینقدر مشکل داره و همه چی برطرف نشده که یه مقدار دشواره بخوایم این موردها رو اوکی کنیم. میخوام به چند مورد بپردازم که اگه شما شرایطتون اینطوری بود باید بدونید که اصلاحش کنید. 1. اگر شما قبلاً پرداختی رو انجام ندادید و سوابقتون تایید شده، بهتره به سیستم پاسخگویی سنجش پیام بزنید و بگید که آقا من سیستم 50000 تومان رو پرداخت نکردم، چیکار کنم؟ تایید شده، نه اردیبهشت ماه نه الان، یا براتون لینک رو باز میکنن یا میگن مشکلی نداره. چون اگر این کار رو نکنید به قول معروف ممکنه که بعدن بیان گیر بدن بگن چرا پول ندادی، سوابق صفر. این مورد ممکنه که به وجود بیاد. این نکته اول بود. مورد دوم اینه که سال ترمیم شما رو اشتباه زده، نمرات سال پیشتون رو آورده، اسم پدر و محل تولد رو باگ زده، یعنی کلن زده نامشخص، نامعلوم، نمیتونیم کاری انجام بدیم، یعنی اون سایت میگه. شما در این صورت از اونجایی که یک فرصت یک هفته‌ای هست، تقریبا تا چهارشنبه هفته آینده احتمالا فرصت باشه، ولی خب شما تا شنبه یک شنبه کار رو در بیارید، تا چهارشنبه فرصته و فرصت یک هفته‌ای هست، برید یک شنبه سر بزنید، شنبه سر بزنید. اگر مشکل حل نشده بود باید مراجعه کنید به آموزش پرورش شهرتون که اونا هم یه نگاهی بندازن. چرا؟ چون از نظر من و مشکلی که برای همه بچه‌ها به وجود اومده این مورد مسئله نیست، مشکلی نیست و باگه، ولی برید آموزش پرورش، ممکنه که واقعا ثبت نشده باشه یا نامشخص باشه، حداقل اونجا میتونن درستش کنن یا یه حرکتی رو برای شما انجام بدن. این نکته دوم بود. نکته سوم، یه دونه ترمیم بندازم توش بعد دوباره بریم سراغ تاییدیه سوابق تحصیلی. ببینید بچه ها، قبلا هم یه ویدیو ضبط کرده بودم، بچه های جدیدی هم اومدن که اینو ندیدن، با یه سری خبرهای جدید که آقا ترمیم معدل اگر قرار باشه فرصتی بدهند برای سال دوازدهمی ها، کسانی که چی؟ قبلا ترمیم کردن ولی الان دیگه فرصتشون رو از دست دادن، اگر قرار باشه خبری بیاد آخر سال خبر میاد، یا در بهترین حالت اگر همه چی اوکی باشه و به فکر باشیم از مهر ماه آبان ماه به بعد ممکنه خبری بشه. حتی اگه خبری نشه میفته اوایل سال آینده برای ثبت نام ترمیم. نظر شخصی مینه توی زمستون خبرش میاد، چون الان هیچ کس درگیر اون نیستش که ما بخوایم پیگیری کنیم. پیگیری کردیم، زنگ زدیم، سوال پرسیدیم، ولی اینکه به طرف بگیم برو پیگیری کن، یه کاری کن فرصتو بدن، اصلا همچین چیزی نیستش واقعا، چون اصلا نمیشه و در حیطه کار من نیست و باید از آموزش پرورش و سنجش تصمیم گیری بشه که فرصت داده میشه یا نه. احتمال دادن فرصت ترمیم معدل بالاست. این از من به شما. گفتم تأثیر سال 12 یا 40 به 20، 11 20% 12 40% یا 30 به 30، 30% 12 و 30% هم سال 11. پس حواستون به این مورد باشه، هنوز معلوم نیستش. اگه 30 به 30 بشه به نفع شما خواهد بود، یعنی اگه فرصت ترمیم ندن میتونی با یه کنکور خوب و در واقع سابقه تحصیلی سال 11 خوب و ترمیم حالا سال 11 بتونی به یه رتبه خوب و درصد خوبی برسی. این از این مورد. سال 11 و 12 جفتشون توی خرداد ما برگزار خواهد شد و با فاصله یه روز احتمالاً و تداخلی ایجاد نمیشه و باید آمادگیشو داشته باشی. نکته بعدی که در رابطه با تاییدیه سوابق تحصیلی هستش و باید شما این مورد رو بدونید اینه که ببینید بچه‌ها،
میپرسن آقا اگه تایید نکنیم چی میشه؟ من نمیدونم. سنجش گفته آقا تایید کن، آموزش پرورش گفته تایید کن. اگه تایید نکنی یا مشکلی به وجود نمیاد یا به احتمال زیاد مشکلی به وجود بیاد، بعدن دیگه دستت به جایی بند نیستش. ممکنه بعضی از بچه ها بگن آقا نمره ترمیمم اومده، نمره فلان اومده. به هر مشکل یا باگی برخوردید، خب به هر مشکل یا باگی برخوردید، دو روز به خودتون فرصت بدید، یک شنبه دو شنبه وارد سایت بشید. اگه همچنان حل نشده بود بعد تایید کنید، چون بچه ها میگن آقا ما نصف درس ها رو میخواییم تایید کنیم، نصف دیگرش مورد تایید نیست، اصلا گزینه تایید فعال نمیشه برای اون دسته از افراد. شما تا همه رو تایید نکنید تیک بعدی نمیاد، باید این رو بدونید. خب نکته بعدی که باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم، اگر دوست داشتید که شخصا برای سال 404 مشاورتون رو به عهده بگیرم برای زبان یا برای تجربی، میتونید به تلگرامی که اینجا هستش یا آیدی که در دیسکریپشن گذاشته شده پیام بزنید که مشاورتون رو خودم نه بچه های تیم به عهده بگیریم با همون هزینه سال گذشته که رضایت هم توی چنل تلگرام قبلا قرار داده شده. بریم سراغ نکته بعدی که در رابطه با ترمیم معدل و تاییدیه سوابق تحصیلی هستش. اونم اینه که اگر قبلا وایسیدی خیلی مهمه، اگر قبلا شما تو اردیبهشت تایید کردید، ما گفتیم که آقا دیگه نیاز نیست تایید کنید، ولی گفته شده که حتما همه، هر کسی که داوطلب کنکوره چه قبلا تایید کرده چه نکرده، دوباره باید بیاد این کارو انجام بده. پس تایید باید کنید که خدای نکرده مشکلی برای شما در آینده به وجود نیاد. متاسفانه نمیدونم چرا دیگه اینطوری شده و سیستم یه مقدار باگ خورده که شما مجبوری مجدد تایید بکنی، به خاطر همون این دیگه آخراشه برای کنکور سال 403 که یه کنکور عجیب غریب بود دیگه، یعنی با کلی داستان، با کلی اطلاعات، با کلی زود باش عجله کردن، چی بهش میگن، یه خبری پیش میومد باید عجله میکردیم، زود همه رو پوشش میدادیم، بچه ها سردرگم بودن، ما خودمونم سردرگم بودیم، اصلا یه وضعی بود. ولی خب این دیگه آخراش، نگران نباشید، بعدش دیگه انتخاب رشته و اواخر مرداد ما انتخاب رشته میاد و اوایل شهریورم، یعنی نتیجه میاد و اوایل شهریورم انتخاب رشته شروع میشه، شاید دوم سوم شاید. خب نکته بعدی که میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که توی ترمیم معدل که باید یه چیزی حواستون بهش باشه، اینه که خبر رسمی ترمیم انشالله از تقریبا آبان یا آذر ماه میاد، یعنی اینکه سال 11 هم چطوره، 40 به 20، 30 به 30 چطوری، شرایطش به چه صورت پیش میره. پس تا اون موقع منتظر بمونید، هرچند ممکنه نماینده های سری صحبت هایی داشته باشن، سنجش آموزش پرورش یه سری صحبت هایی رو داشته باشه که کار رو پیش میبریم. در رابطه با بازگشت عمومی هم قبلا ویدیو براتون ضبط کرده بودم که امسال بعید میدونم همچین اتفاقی بیفته و عمومی ها برگرده، ولی خب برای سالهای آینده هیچ چیزی مشخص نیستش. انشالله که موفق و معید باشید. یا علی.